مسافر می شوم ما در دما کو تو تنها می شوی صبری خدا. سلام دوستا، به نظر می رسد این درد را پایانی نیست. بعد از زلزله ترکیه و ویرانی های شهر، درد و سرگردانی پناهجویان بیشتر شده است. گروهی از پناهجویان سوار بر قایق راهی ایتالیا می شود. اما این قایق به مقصد نمی رسد. قایق به هر دلیلی در موج طوفانی می شکند و زندگی صدها پناهجو به خطر می افتد. این پناهجویان افغانستانی، ایرانی و پاکستانی در قهر دریا غرق می شوند. سواحل ایتالیا از اصلی ترین مناطق ورود پناهجویان است که می خواهند از راه دریا وارد اروپا شوند. مسیر دریای مدیترانه مرگبارترین مسیری مهاجران جهان شناخته می شود. دولتی راستگرای ایتالیا که تازه به قدرت رسیده وعده داده است که جریان ورود مهاجران به سواحل ایتالیا را متوقف کند. ایتالیا در چند روز گذشته قانون جدید سختگیرانه مرتبط به امداد و نجات به تصویب رساند. بر اساس گزارش نهادهای نظارتی، از سال 2014 تا کنون بیش از 20,000 نفر در مسیر دریای مدیترانه جان خود را از دست داده یا مفقود شدند. حالا سوال اینجاست که اجساد این پناهجویان به کجا فرستاده می شوند؟ برخی مردم که عزیزانشان را از دست دادن می گویند برای انتقال اجساد باید پول بپردازد که هزینه سنگین است. درد آدم هایی که مجبور می شوند کشور و خانه و کاشانه ایشان را ترک کنند به کجا خواهد انجامید؟